باغ دولت آباد در شهر یزد که اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان محسوب می شود واقع شده. این باغ در سال 1160 هجری قمری و در زمان محمد تقی خان بافقی معروف به خان بزرگ ساخته شده. این باغ یکی از 9 باغ ایرانی است که به ثبت یونسکو رسیده است. آبنمای اصلی دقیقاً بر محور اصلی باغ قرار دارد و ابعاد آن متناسب با ارتفاع بادگیر عمارت هشتی می باشد، به طوری که تصویر عمارت در آب منعکس می شود. بادگیر یکی از عناصر اصلی بناهای مسکونی در مناطق گرم و خشک ایران است. باغ دولت آباد به دلیل داشتن بلندترین بادگیر در ایران شهرت یافته. این شاهکار معماری حدود 33 متر ارتفاع دارد. وجود فضای سبز، درختان سرو و کاج‌های بلند زینت بخش این باغ هستند. عمارت هشتی که به آن عمارت بادگیر نیز گفته می شود، در واقع کوشک اصلی باغ است که در انتهای محور اصلی باغ قرار گرفته. عمارت هشتی دارای 3 اتاق بزرگ و حوضخانه ای از جنس مرمر است. از ویژگی های با اهمیت این بادگیر 8 ضلعی بودن آن است که موجب شده باد در همه جهات و با سرعت بالا به قسمت های پایین تر ساختمان هدایت شود. در زیر این بادگیر حوضی ساخته شده که با وزیدن باد و برخورد آن به سطح آب، هوایی خنک در داخل عمارت به جریان می‌افتد. درب ورودی عمارت با شیشه‌های رنگارنگ و طرح‌های زیبا مزین شده. در هنگام تابیدن نور خورشید و پر بودن آب حوض، تصویر عمارت در آب دیده می‌شود. رقص نور در پنجره‌های مشبک و شیشه‌های رنگی با طرح‌های اسلیمی و هندسی که یادگار معماری دیرینه ایران می‌باشد، بسیار چشم نواز است. پنجره‌های بزرگ و متحرک با 4 چوب‌های آهنی و چوبی در بخش ورودی عمارت تهویه هوای مناسبی را در تابستان ایجاد می‌کنند. سقف‌های رنگ روشن نور آفتاب را جذب نمی‌کنند. بنابراین برای آب و هوای خشک در شهر یزد مناسب هستند. آجر یکی از مصالح اصلی ساختمانسازی در یزد است. در واقع، آجر در نماهای بیرونی، سقف، پله و زمین جهت حفاظت خانه در برابر نور آفتاب و طوفان به کار می رود. این بنا برای ساختار داخلی و 8 ضلعی بودن شهرت دارد. همچنین ارک‌های گنبد مانند داخل ساختمان به زیبایی خانه می افزاید. به کار بردن صنعت ارسی سازی در ساخت این عمارت از جلوه‌های زیبای باغ دولت آباد است. این باغ در شمار زیباترین باغ‌های دوره زندیه و قاجاریه محسوب می‌شود که از شاهکارهای معماری در ایران به شمار می‌رود.